گروه مردمی بهشت بقیع. بسم الله الرحمن الرحیم. داستان تخریب بهشت بقیع. سرزمین‌های مقدسی در جهان اسلام وجود دارد که مورد توجه و احترام همه مسلمانان است. قدس در فلسطین، مکه مکرمه و مدینه منوره در حجاز، کوفه، نجف، کربلا، کاظمین و سامر را در عراق و مشهد مقدس در ایران از مهمترین این شهرها هستند. حرم باشکوهی، ضریح مطهر امام حسن مجتبی، امام زین العابدین، امام محمد باقر و امام جعفر صادق علیهم السلام را در بر گرفته بود که امروز به دلیل جنایت فرقه وهابیت اثری از آن ضریح و بارگاه وجود ندارد. و اما داستان تخریب چه بود؟ در سال 1925 میلادی سر گیلبرت کلایتون انگلیسی از طرف دولت بریتانیا برای انجام مأموریتی مهم و تاریخی به حجاز اعزام می شود. مدتی است درگیری ها میان اعراب وهابی نجد و هاشمیان بالا گرفته است. هاشمیان در حجاز شهرهای مقدس مکه و مدینه را در اختیار دارند. در این میان کلایتون به عبدالعزیز بن عبدالرحمن آل فیصل مؤسس پادشاهی عربستان سعودی درباره این درگیری و حمله به این شهرها چراغ سبزی نشان می‌دهد و می‌گوید این کشمکش‌ها یک دعوای مذهبی است و دولت بریتانیا در این موارد دخالت نمی‌کند. شهر مدینه به دستور عبدالعزیز سرکرده وهابیون 10 ماه تحت محاصره وهابیون قرار می‌گیرد. او از ترس واکنش جهان اسلام برای حمله و محاصره شهر پیامبر خود وارد معرکه نمی شود، اما فیصل الدویش رهبر اخوان را که از اعراب وهابی بیابانگرد و به شدت متعصب و بیرحم است انتخاب می کند و پسر 15 ساله خود محمد را نیز به مدینه می فرستد. عبدالعزیز بعد از شکست مردم مدینه قاضی وهابی خود عبدالله بن سلیمان بولیهد را از مکه به مدینه اعزام می کند تا فتوای تخریب حرم بزرگان دین در بقیع را صادر کند. علما و بزرگان مدینه از ترس جان و عده‌ای با گرفتن رشوه فتوای تخریب را امضا و تأیید می کند. سرانجام در 8 شوال سال 1344 هجری قمری برابر با 31 فروردین 1305 شمسی حرم 4 امام شیعه در بقیع تخریب و با خاک یکسان می شود. به خاطر حاکمیت آل سعود و وهابیت بقیع شریف تا کنون نیز وضعی اینچنین اسفبار و غریب دارد. خاموشی این بهشت برای هر مسلمانی دردناک و جانکاه است. یادمان هست هنوز.